سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خودش هشدار داد با توجه به شواهد علمی موجود، کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا باید خودشون رو برای کمبود آب و خشکسالی پیش رو آماده کنند. خشکسالی در 40 سال گذشته در این مناطق بیشتر و طولانی تر شده و به گفته سازمان فاو این مناطق از ذخایر آب آشامیدنی جهان سهم کمتری دارند. بنا به این گزارش با وجود تغییرات اقلیمی احتمالاً این شرایط بدتر هم خواهد شد و به همین دلیل کشورهای این منطقه باید از مقابله با عوارض خشکسالی فراتر برند و برای مواجهه با شرایط سخت‌تر برنامه‌ریزی مؤثرتری انجام بدن. رنه کاسترو معاون سازمان فاو عنوان می‌کنه باید بتونیم خشکسالی‌ها رو به درستی درک کنیم و مدیریت کنیم. و سیاست ارائه پاسخهای اضطراری به سوی سیاستی پویاتر و برنامه ریزی دراز مدت پیش بریم و از خطرات بکاهیم و مقاومت بیشتری ایجاد کنیم. من ایمان ملکوتی هستم و خوشحالم که با یک فصل مشترک دیگه امروز هم با شما همراه شدم. در مقاله اومده از ابتدای قرن 21 دمای متوسط زمین 8 درجه افزایش پیدا کرده و پیش بینی میشه در 100 سال آینده زمین بین 1 تا 6.5 درجه گرمتر بشه. بنا به گزارش ناسا 97% از دانشمندان علم هواشناسی بر این موضوع توافق دارند که گرم شدن کره زمین یک پدیده طبیعی نیست، بلکه بر اثر فعالیت‌های انسان به وجود اومده. اگه بخوایم تعریفی ساده از پدیده گرم شدن زمین داشته باشیم، باید بگیم که گرمایش زمین یعنی افزایش تدریجی حرارت سطح، اقیانوس‌ها و همینطور اتمسفر. و این پدیده زمانی رخ میده که بر اثر فعالیت‌های انسانی مقدار زیادی از انواع خاصی از گازها به اتمسفر وارد بشن. گازهای گلخونه‌ای شناخته شده شامل بخار آب، دی اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن هستند که شایع‌ترین اونها دی اکسید کربنه. این گاز با به دام انداختن اشعه مادون قرمز خورشید باعث افزایش بی سابقه دمای زمین میشه. بنا به اطلاعات ارائه شده توی این مقاله، تا قبل از انقلاب صنعتی نسبت این گاز در جو چیزی حدود 280 قسمت در 1,000,000 ذره بوده. اما از زمان انقلاب صنعتی سرعت افزایش مونوکسید کربن تا 100 برابر افزایش یافته. به طوری که در سال 2013 دانشمندان میزان دی اکسید کربن موجود در جو رو 400 قسمت در 1,000,000 ذره اعلام کردند. یعنی مقدار دی اکسید کربنی که زمین حدود 3 تا 5 میلیون ساله که اونو تجربه نکرده. در برنامه امروز با خانم مژگان سمیعی، کارشناس محیط زیست همراه خواهیم شد و با ایشون گفتگوی خواهیم داشت در همین ارتباط. با ما همراه باشید. خانم مژگان سمیعی عزیز، ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید و با من و بینندگان فصل مشترک همراه شدید. خواهش میکنم. من خوشبختم. خیلی ممنون. مژگان جان، میخواستم بپرسم که بین گرمایش زمین و تغییر آب و هوا چه ارتباطی وجود داره و این دو مقوله رو اساساً چطور تعریف میکنید؟ با اجازه من به انگلیسی جواب میدم، برای اینکه فارسی من در بحث‌های تکنیکال و علمی سخت برای من. تغییر آب و هوا به عنوان بزرگترین تهدید برای سلامت انسان در قرن 21 شناخته شده. این گفته توسط سازمان بهداشت جهانی و محققین مجله پزشکی لنست منتشر شده. این روش رو که ما در تعامل با سیارمون در پیش گرفتیم، نه تنها به سیستم اکولوژیکیمون بلکه به سلامت انسان و پیشگیری از بیماری ها هم زیان میرسونه. به طور مستقیم اثر میذاره. ما باید تفاوت بین آب و هوا، شرایط اقلیمی و تغییرات آب و هوا رو درک کنیم، چون اغلب در گفتگوهای روزانمون این مفاهیم رو با هم قاطی میکنیم. آب و هوا به معنی تغییرات روزانه محلی که ما در اونجا زندگی میکنیم. مثلا میگیم هوا بارونیه، هوا گرمه یا هوا سرده. شرایط اقلیمی در یک مدت زمان طولانی در اثر آب و هوا در اون منطقه به وجود میاد. ولی تغییرات آب و هوایی اساسی و ذاتیه. یعنی تغییراتیه که فعالیت‌های انسانی در یک مدت طولانی در شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه به وجود میاره. برای ما دانشمندان اون چیزی که به طور مستقیم می‌بینیم مدرکیه بعد از انقلاب صنعتی.
انسان‌ها بر شرایط آب و هوایی تأثیر گذاشتن و باعث شدن آب و هوا به طریقی تغییر کنه که هنوز هم قابل پیش‌بینی نیست. ما تازه داریم یاد می‌گیریم که چطور مدل‌هایی بسازیم تا بفهمیم این فعالیت انسانی چه تأثیری بر تغییرات آب و هوایی داشته. یکی از این تأثیرات گرمایش کره زمینه که اینو از طریق شواهدی مبتنی بر علوم مختلف فهمیدیم. با بهره‌گیری از همه دانش‌ها دریافتیم که سیاره زمین در حال گرم شدنه. کشور ایران مدت 14 ساله که از خشکسالی رنج می‌بره و تأثیرات خشکسالی فقط این نیست که با کمبود آب روبرو هستیم، بلکه با کمبود غذا هم روبرو هستیم و به طور کلی با کمبود حیات روبرویم، چون آب مایه زندگی است. What we do in our relationship with our planet. پس ما به عنوان جوامع بشری باید در مورد آنچه در رابطه با سیاره زمین انجام میدیم تجدید نظر کنیم. ممنونم. شما در صحبت‌هاتون به وضعیت ایران و شرایط خشکسالی طولانی مدتی که گریبان کشور رو گرفته اشاره کردید. می‌خواستم بپرسم که آینده ایران و کشورهای منطقه رو با توجه به این شرایط چطور می‌بینید؟ من احساس میکنم که جهان حقیقتاً در سر یک تقاطعه، نه فقط خاورمیانه و ایران. من خیلی خوششانس بودم که به عنوان نماینده به همایش بین‌المللی محیط زیست دعوت شدم که یک آژانس بهایی مستقر در اروپاست، به نمایندگی از آژانس جهانی که در مورد تعاملات بین انسان و محیط زیست تحقیق میکنه. من خیلی خوششانسم که به عنوان نماینده در کنفرانس تغییرات اقلیمی و آب و هوایی سال 2015 میلادی در پاریس حضور داشتم. این اولین بار بود که رهبران سیاسی سیاره ما فهمیدن ما باید برای تغییر روند کاریمون متعهد بشیم تا برانچه بر سر شرایط اقلیمی زمین آوردیم تأثیر بذاریم و برخلاف روندی که داشتیم عمل کنیم. من فکر میکنم خاورمیانه به تنهایی یه منطقه بحرانیه. خوشبختانه یا بدبختانه، هر طور که میخوایم نگاه کنیم، بزرگترین ذخایر نفتی دنیا رو داره و ما بر اساس شواهد علمی میدونیم که استخراج و اکتشاف نفت به گرمایش زمین منجر شده. آینده انرژی در این منطقه چیست؟ آینده اقتصادی منطقه چیست؟ به نظر من این مسائل باید عمیقاً مورد بررسی قرار بگیرن. میدونین چی جالبه؟ یکی از چیزایی که ما نه تنها در کنفرانس پاریس بلکه در طی 20 سال گذشته یاد گرفتیم اینه که اینا سوالات تکنیکی نیستن. اینا سوالات اساسی و ضروری و اخلاقی هن. چون ما تمام تکنولوژی لازم برای پایان دادن به بحران انرژی رو در اختیار داریم. ما تکنولوژی لازم برای تغییر روند کار رو داریم. ما انرژی خورشیدی داریم. ما در ایران تکنولوژی‌های باستانی داریم که میتونه در این عصر و زمان به کمک ما بیاد. ما به سیستم خنک کننده مدرن که باعث افزایش گازهای گلخانه‌ای میشه نیاز نداریم. میتونیم به عقب برگردیم و در مورد اشکال قدیمی تکنولوژی در معماری که به زمین آسیب نمیرسونن فکر کنیم. من احساس میکنم که منطقه ما در جهان، منطقه خاورمیانه، این ظرفیت، دانش و تکنولوژی رو داره که پیشرفت‌های عظیمی در زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل به وجود بیاره. من صادقانه و از اعماق قلبم میگم که استخراج نفت و گاز راه زندگی آینده ما نیست. پس ما در جوامعمون چه کار میتونیم بکنیم؟ چطور میتونیم این روش رو اصلاح کنیم؟ چگونه میتونیم امیدواری سیاسی و اجتماعی برای انجام این تغییرات بسیار سخت ایجاد کنیم؟ جنبش‌هایی در سرتاسر دنیا وجود داره که میخوان همه ذخایر نفتی رو درون زمین حفظ کنن. این خیلی فوق‌العاده است، ولی ما نیازمند یک تحولی. این فقط یک تحوله، ولی وقتی آغاز میشه که ما یک چارچوب اخلاقی و مفهومی داشته باشیم. مژگان سمیعی عزیز، ممنون از همراهیتون. خواهش میکنم، لطف کردین و خیلی خوشحال شدم و عشق منو به همه برسونیم در ایران.
یک فصل مشترک دیگه هم به پایان رسید. صفحه ما در اینستاگرام و همینطور صفحه ما در فیسبوک و کانال ما در تلگرام رو فراموش نکنید. اگه انتقاد، پیشنهاد و یا نظری دارید میتونید مستقیما از طریق آدرس ایمیلی که در پایین صفحه میبینید با تهیه کنندگان برنامه فصل مشترک در ارتباط باشید. مثل همیشه فکر میکنیم پیدا کردن پاسخ هر پرسشی میتونه ما رو یک قدم برای رسیدن به یک فصل مشترک نزدیک تر کنه. تا یه برنامه دیگه هوای همو داشته باشید.